سلام، عرفان سلیمی هستم. خوشحالم که میتونم با یکی دیگه از برنامه نهاترانه این بار به عنوان یک برنامه آموزشی در خدمتتون باشم. بین برنامه آموزشیمون مقدار وقفه میفته به خاطر اینکه محتواهایی که قرار تولید کنیم متنوع و هر کدوم طرفدار خودشو داره و باید به تمام سلیقه ها در واقع توجه بشه. امروز میپردازیم به سومین وزنی که در راستای دو وزن اول است. اگه یادتون باشه وزن اولی که راجعش صحبت کردیم مفاعیلون بود که مثال ترناهاش هم زدیم، بعد مفاعیل بود یا مفاعیلون فعولون، بعضیا فعولون میگن بعضیا میگن مفاعیل. امروز یه وزنی رو میخوایم راجعش صحبت کنیم که مشتقی از این دو وزن نزدیک به اینا مفاعیل. یه وزن نزدیک به این وجود داره مفاعیل. اگه دقت کنین ضرب آهنگش تندتره، برای نوشتن ترانه‌های 6 و 8 بیشتر استفاده میشه. مفاعیل مقدار برای ترانه‌های مقدار دارای احساس بیشتر و یه مقدار غم بیشتره. یکی از دلایلی که طول کشید این برنامه تا ضبط بشه و در واقع تقدیم حضورتون بشه این بود که ترانه خیلی تو این وزن نوشته نشده، ولی جالبه تنها ترانه ای که به طور کامل وزنش از این مفاعیل بهره برده ترانه کیو کیو بنگ بنگ کار خانم زویا زاکاریان، دو صدای گوگوش و ملودی مهرداد آسمانیه. دیگه سکوت تار و کمونچه شبانه حقیقت بود، حقیقت نه فیلم بود نه ترانه. یه ترانه خیلی معروف، عروسک جون فدات شم تو هم قلبت چکسته هایده عزیز، غیر از چهار بیت آخر کار که کلا وزنش متغیر و قسمت های عروسک جون تو میدونی بمیره اون که میخواسته سرای سینه هامونو، بقیه ترانه از مفاعیل به همون وزن عروسک جون فدات شم داره بهره میگیره. کیو کیو بنگ بنگ همونطور که اشاره کردم کامل این وزنو داره. یه کار دیگه هست به اسم میخوام آروم بگیرم، از ترانه‌های فکر کنم اواخر دهه 40 که جنتی عطایی نوشته گوگوش خونده و اگر اشتباه نکنم ملودیش از پرویز مقصدیه. کار روی ملودی، اما بیشتر ملودی در واقع بر همین وزن ترانه میخواد، دلم دریای درد منو دیوونه کرده. اونم البته یه سری خطایی داره که در واقع تغییر میکنه، ولی خب اونم میتونم بگم 60% رو این وزنه. اگه دقت کنید ببینید که ما اصلا ترانه کاملی اونقدر پیدا نکردیم که از همین مفاعیل بهره بگیره. و یه کار دیگه هم هست، باز جنتی عطایی نوشته اما منوچهر سخایی شادروان خونده، جدا از تو هزارون گل در اومد هزار پاییز سر اومد، مفاعیل دلم دریای خون شد خبر از تو نیومد، مفاعیل. بعد یه خطی داره جدا از تو جوونی همسر اومد و سه بیت بعدش که از این وزن پیروی نمی کنه. در واقع چهار ترانه عروسک جون فدات شم با صدا هایده و ترانه زنده یاد ایرج رزمجو، کیو کیو بنگ بنگ گوگوش، میخوام آروم بگیرم هم از گوگوش و جدا از تو منوچهر سخای از این وزن بهره میگیره. همون جوری که در دو جلسه قبل گفتیم نوشتنش به همین سادگی مفاعیلون که دوتاش رو نوع نوشتنش رو میدونستیم، لالای لای لای لالای لای لای. حالا یه دونه از اون مفاعیلون اونجا تکراریه، مفاعیل لالای لای، یه ذره از اون مفاعیلون اولیه کمتر، در واقع یه مقدار یه کوچولو وزنی که ما به تهش رو زدن به نسبت مفاعیلون و کاریه که راحت میتونید بنویسید. میگم اگه دقت کنید تم ملودی هایی که بر این جور ترانه ها و این وزن ترانه ها ساخته میشه کاری که دارای حزن و غمگینه و اصلا سمت شاد نمیره. اما مفاعیل مثل خانوم گل تو ای بال و پر من که ایبی خونده و 6 و 8 و خیلی هم در واقع تمپو و سرعت بیشتری داره. امروز هم راجع به مفاعیل یک وزن در خانواده دو وزن قبلی با شما صحبت کردیم. امیدوارم که این آموزش ها مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر احساس میکنید که نیاز به آموزش بیشتر دارید و بهتر دارید و با کیفیت دارید، چون ما اینجا تایممون کمه و صرفا میتونیم به یک مفهوم اشاره بکنیم، خیلی نمیتونیم بست یا گسترشش بدیم، میتونید از طریق صفحات اینستاگرام نحوه ترانه و صفحه رسمی خودم که پایین پست هست با من در ارتباط باشید و اگر خواستید میتونید جلسه
در واقع تدریس خصوصی و اگر تعداد هستید به صورت حضوری عمومی رو داشته باشید. من عرفان سلیمی خیلی خوشحالم که این بار با یک جلسه آموزشی تونستم در خدمتتون باشم. این آخرین برنامه فروردین ماه ما هست و اردیبهشت با یه سری برنامه دیگه از جمله برنامه آموزشی در خدمتتون هستم. مراقب هم دیگه باشید. میبینمتون تا بعد.